معامله هسته ای ایران که در دو ماه آینده صرف بررسی آن صورت می گیرد با انتقادات از هر دو جناه جمهوری خواه و دموکرات کانگرس مواجه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در میان دموکرات های کانگرس از توافق حمایت می کند اما اداره حکومت با مخالفت سرسخت قانون جمهوری مواجه است و هم پیمانان امریکا نیز مترددند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز برای مذاکرات در واشنگتن میزبان عادل الجبایر وزیر خارجه عربستان سعودی است و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور با ما میگوید که او نیز در حال ارسال اشتن کارتر وزیر دفاع به اسرائیل و عربستان سعودی در در آخر هفته است برای دیدار با رهبران در مورد توافق ایران و دیگر نگرانی های امنیتی مشترک این توافق هستایی با منافع امنیت ملی ایالات متحده امریکا و متحدان ما سازگاری دارد. این توافق جلو جدیترین تهدید دستیابی ایران به صلاح اتمی را می گیرد که چون این تهدید مشکلات ایجاد شده توسط ایران را وخیمتر خواهد ساخت. این توافق با هدف محدود کردن برنامه زروی ایران و قطع تمام راه برای توسعه صلاح زروی توسط ایران است. اما منتقدان می گویند محدود ساختن برنامه ضروی ایران برای ساختن آن از توسعه یک بم اتمی کافی نیست. جان مکین، سناتور جمهوری خواه گفت این توافق صرف مکس را در تلاش ایران برای دستیابی به صلاح اتمی باعث می شود. در حالی که قصد اولیه عبارت از بازداشتن ایران از این کار بود. اما در عوض حالا فقط آن را به تعویق انداخت. برخی از اعضای حزب خود آقای اوباما نیز هایشان را با این توافق ابراز داشتند. و شماره از خبرنگاران نیز سوالات دشواری از رئیس جمهور اوباما مطرح ساختند یک خبرنگار از او پرسید در حالی که چهارتن تن از اتباع ایالات متحده در ایران زندانی اند آیا او به تطبیق این توافق ادامه خواهد داد آقای اوباما با عصبانیت واکنش نشان داد گفت این تصور که من در این معامله در زندان بودن امریکایان را جشن میگیرم مزخرف است و شما باید بهتر بدانید. رئیس جمهور اوباما علاوه کرد که با این معامله اکنون امکان مسالمت آمیز حل و فصل یک تهدید بزرگ برای امنیت منطقه و بین المللی وجود دارد او میگوید بدون یک معامله حتی با خطر جنگ بیشتر در شرق میانه مواجه خواهیم بود سفیر ایالات متحده ای امریکا در سازمان ملل متحد گفت که بروز چهارشنبه پیشنویس قطنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر خواهند ساخت که همه تحریم های بین المللی مربوط به برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. اما تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد به مدت پنج سال به جای خود باقی خواهد ماند و برای مدت هشت سال راکت های دفاعی بالستیک باقی میمانند.